به دانشگاه خوش آمدین. مقابل شایگان هستم و در این برنامه با جوانان صحبت میکنم که تجربه گرفتن بورسیه و ادامه تحصیل در دانشگاه های بیرون از افغانستان دارند. مهمان این اپیزود دانشگاه فاطمه رضایی، دانشجوی دوره ماستری دانشگاه براون با ما هست. سلام فاطمه، خیلی خوش آمدی به دانشگاه. اول اگه موافق باشی بریم پیشینه آموزشی و تحصیلیت را با هم مرور بکنیم، اینکه کجا درس خوانده و در چه شرایطی درس خوانده. درست صابر جان، بفرمایید. فاطمه از پیشینه تحصیلی برای ما بگوین که در کجا و در چی دانشگاه هایی و در چی رشته هایی درس خوانده تا حالا، چی بک‌گراند و یا چی سابقه ای داری؟ درست، خیلی ممنون. خب من مکتب را در لیسه نسوان جبرئیل در هرات به اتمام رساندم و بعد از او هم به بورس با استفاده از فرصتی که سفارت آمریکا برای ما مهیا کرده بود که همو ارائه بورسی کامل تحصیلی تحت نام Education for Leadership in Crisis بود، به دانشگاه آمریکای بیروت رفتم که مقطع لیسانسم دمونجا به اتمام رساندم در رشته علوم سیاسی و اداره عامه و فعلا هم خوشبختانه در مقطع ماستری در دانشگاه براون درس میخوانم. عالی. فاطمه اگه دوست داری از این بگو که از چه خانواده ای میایی؟ درست، شخصا یک خانواده دوست دارم. در این قسمت خانواده خیلی موارد زیادی هست که میخوام شریک بکنم. خانواده من خیلی خانواده روشن و اهل علم و دانش و رشد هست و ای که خیلی دوست دارن که ما تبعیضی نداریم که بیم دختر و پسر، یعنی فرصت کمتر بیشتر به کدومشون داده بشه و همو برابری وجود داشت و از همون خاطر بود که وقتی برای من فرصت ایجاد شد که بخوام خارج از کشور تحصیل بکنم، اینا نه نگفتن برای من، گذاشتن آزاد، گذاشتن گفتن شرق، غرب، شمال، جنوب، هر جایی که میری برای تحصیلت برو، آزاد هستی و ای که حمایت از مور داری و ما به تو اعتماد میکنیم. همو اعتماد از اونا و همچنین تربیت درستی که کردن و اعتماد داشتن به من، همون برام یک روحیه داد که بخوام امو دنبال آرزوهایم برم بیرون از افغانستان، با وجودی که حالا ترس هایی وجود دارن از اینکه شاید امنیت نباشه و اینها، لیکن خانواده بسیار مرد قسمت حمایت کردن که شخصا از پلتفرم شما میخوام از اونا تشکری بکنم. تشکر پدر جان، تشکر مادر جان، به خاطر او حمایت ها و باورهایی داشتن. اگر نمی بود من شاید الان وضعیت دیگه ای میداشتم. خیلی ممنون. عالی عالی فاطمه. چطور بورسیه دانشگاه آمریکایی بیروت رو به دست آوردی؟ شرایط پذیرشش چی بود و معیارهایش چی بود؟ بورسیه دانشگاه آمریکایی بیروت در اواخر سال 2018 بود که ما هم تبلیغات هدیر از طریق یکی از تلویزیون ها در افغانستان دیدیم که در این قسمت هم باز دوباره برمیگرده سال قبلی که پسرم نقش خیلی بسزایی داشت در قسمت رشد من و همین بود که اونا یک عکسی رو گرفته بودن از صفحه تلویزیون که همچین تبلیغاتی هست، از همچین بورسی اپلای کن که مثلا تو اپلای میکنی و من گفتم دانشگاه آمریکایی بیروت، من اصلا با این سطح آمادگی خود خود همچین جایگاهی نمیدونم، بلکه اینور خیلی حمایت کرد، گفت حتما اپلای بکن، یعنی کدام ضرر نداره اپلای کردنش و همین بود که اصلا سپارت و اولین بورسی بود که مثلا من دیدم در تلویزیون اعلام بشه دانشگاه آمریکایی بیروت باشد و مثلا سفارت آمریکا بخواد فول فاندد او را بخواد بورس بده به شاگردان بود که من اپلای کردم. چندین پروسه داشته، پروسه اولش ای بود که همو فرست اسکرینینگش جوری بود، فقط میخواست ارزیابی کنه که ببینه کدوم از دانش آموزان زبان انگلیسیشون خوب هست و ای در مرکز ساینس هرات صورت گرفت و در حدود 5 نفر از دوستانی که در هرات از هرات قبول شده بودن در برنامه اشتراک کردیم از او فیز و وقتی که او فیز رو تیر کردیم 1 نفر قبول شد که او هم بودم و با تافل میدادم. از امتحان تافل هم که باید مخارجش بلند سر دانشجو بود که باید خودش مثلا بخواید تنبیل بکنه و با یک چالش دیگه ای بود که مثلا آدم باید overcome بکنه، غلبه بکنه بهش و بعد از اینکه حالا یک سری مشاکل در قسمت کردیت کارت پیش آمد، ویزا کارت نداشتم، بانک های هرات را کلن گشتم،
هیچ بانکی مرا حمایت نکرد. یک جوری بود که انگار نمیشستم که ویزا کارت مثلا چی هست، با وجود گفتم من شما را کش نقد پرداخت میکنم، شما از مثلا حساب خودتان مرا ثبت نام بکنین، که هیچ کس یعنی حمایت نکرد. در این قسمت من برگشتم دوباره به خود سازمان Women for Women که گردانندگی همین پروژه را داشتن در افغانستان، و اونا خیلی ممنون از ارگان Women for Women که در این بخش مرا حمایت کردن و مرا ثبت نام کردن. که بعد از اینکه او دوره تیر شد و فرصت ای برابر شد که ما یک مصاحبه ای را داشته باشیم در خود ارگان Women for Women در شعبه هراتش، که پروسه اینترویو هم خیلی خوب پیش رفت. بر من قبل از اینترویو گفته بودن که نفرهای از امبسی می آیم و از دانشگاه. من همچنین یک تصویر خیلی عجیبی داشتم از کسایی که من مصاحبه قرار بکنن، گفتم حتما هم خیلی سخت بگیر، سوالای سخت و ثقیلی پرسون میکنن و اینکه من چی بخوام جواب بدم. و خیلی خوب پیش رفت. یک از اساتید دانشگاه آمریکای بیروت بود، فقط خیلی خانم مهربانی بود و محیط رو جوری آماده کرد که من شخصا همون شور و اشتیاقی که به پاسخگویی رو داشتم رو به دمه ایجاد کرد. از اون خاطر خیلی آسان و اسموت پیش رفت پروسه ایدی که من بخوام برزنا از اهداف خود چرا اپلای کردم و چه برنامه‌ای دارم که بعد از اینکه میخوام قبول بشم. و بعد از اون هم دیگه بعد از اینترویو هم که شورت لیست شدیم و گفتن پاسپورت های خوب بیارین و مورد دعوت کردن که بریم به ارگ ریاست جمهوری و بانوی اول ببینیم، چون اونا هم به دانشگاه آمریکای بیروت درس خوانده بودن. و کلا همین پروسه نسبتا طولانی بود که هر کدوم از این باز فاز از یک داستان دیگه ای داره که باز در یه برنامه گنجانده نمیشه. درست. فاطمه، در جریان این که برای بورسیه اپلای میکردی و آمادگی میگرفتی، کسی هم بود که کمکت بکنه به عنوانی حالا مینتور یا نمیدونم عضو فامیل یا هر کسی که این تجربه را قبلا داشته که تو این راه را ساده تر و بهتر پیش بری، یا نه فقط با متکی به خودت بودی و تنها این راه را پیش رفتی؟ ما در خانواده از ما کدام کسی نداریم که بورسیه رفته باشه و خودم اولین دختری هستم که تانستم بورسیه تحصیل بگیرم و خارج از کشور سفر بکنم. در این قسمت لیکن مثلا در قسمت مثل نوشتن اسیم، دادن چندین مثلا ایده، چه در قسمت اینترویو باشه یا چه در قسمت پرسونال استیتمنت باشه، همون نمونه های اولیه را پسر عموهایم خیلی برام کمک کردن. حالا مثلا من میرفتم پیش از اونها میگفتم بیایم همه با هم برین استورم کنیم، ببینیم چی ایده های مثلا میتونیم با هم روی هم بذاریم که یک چیز خوب در بیه. بعد آخرین درافت هایشه خود مثلا نوشته کردم، گفتم بذارم همین خود خود بخوام بشناسم، ارزیابی بکنم، ببینم که این من شخصا به عنوان فاطمه رضایی چه هدف دارم، در چه جایگاهی میخوام در زندگی برسم، چه کاری میخوام در جامعه خود انجام بدم و این جنرال مثلا به صورت عموم من کی هستم، هدفم در زندگی چی هست. و مثلا این شد که کنم فرست درافت دارم، اونا برام کمک کردن، یک سری ایده ها دادن در قسمت اینترویو. مثلا من رفتم به اونا خبر خوش بهشون دادم که به مصاحبه قبول شدم و یکی من گفتم بر اساس تجربه شما مثلا من چطور میتونم که بیره پاس بکنم، چه سوالی قرار بپرسن، که باز چند سوال برای من مطرح کردن. و در این بخش مثلا لیکن همو نقش اصلی را خودم بازی کردم که گفتم بذار پیش بریم ببینیم. حالا به خود حالا باور داشتم، گفتم هر چه اتفاق بیفته مطمئن به خیر من هستم، فقط مهمه که من باید با یک همو انگیزه خاص انگیزه خود نگه دارم و با یک انگیزه قوی تری بر موضوع مثلا پیش ببرم. موضوع امتحانی بود، مصاحبه بود، اسی بود، لیکن دقیقه قسمت مثلا خانواده من خیلی کمک کردن مرا که حداقل هم انگیزه رو بر من دادن، حمایت های خود داشتن. و چه حالا از نظر روحی بود چه از نظری بود که مرا در قسمت نوشتن اسیم کمک بکنن. خیلی عالی. انگار همه چیز را، همه این راه را با آزمون و خطا بیشتر پیش رفتین و این خیلی خیلی عالیه. دقیقا من در این قسمت فقط مقصود کوتاه اشاره بکنم در این که مثلا همین پروسه اپلای کردن بورسیه چیزی نبود که مثلا یک نفر به برم بگه، که مثلا از همون اول که من همین آیدیایی داشتم، خب یک زمانی هست که فصل اپلای کردن به بورسیه ترکیه همه هم برن اپلای میکنن. من یادم میاد اولین بورسی ده که من اپلای کرده بودم بورسیه دانشگاه یزد ایران بود، که من حتی ترانسکریپت خود ارسال نکردم، اپلیکیشن خود همجوری فرستادم. یعنی هیچ یک اپلیکیشنی بود که میگم فجریح ترین اپلیکیشن کل زندگی.
یعنی اونقدر نالج نداشتم، استفاده از اینترنت و جیمیل برام نو بود، موبایل نداشتم و همین آزمون خطا بود و ای که یعنی با هر خطایی ما باز دوباره تو نبود که قبول بکنم، گفتم نه این جواب نمیدن، استاپ باید بکنم، من بازم گفتم پیش بریم و همین بود که خدا را شکر و تجربه ها روی هم انباشته شد و تانست که من کمک کنه به دانشگاه فعلیم راه بیابم. عالی. فاطمه، در جریان دانشجویی در دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشجوی خیلی فعالی بودین، در فهرست دانشجویان برتر قرار داشتین و همزمان در کنارش فعالیت های جانبی داشتین و همچنین سفرهایی در جریان تحصیل و بعد از تحصیل به کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی و فرانسه داشتین. از اینا بیشتر بگین، چی کارهایی کردین در اون جریان در اون وقت؟ درست درست، در جریان سال سوم دانشگاهیم بود که خواستم فراتر از دروسی که در دانشگاه برای متدریس بشه، برنامه هایی که هستن، بخوام وارد اونا بشم و بیشتر ببینم دنیای بیرون چی میگذره، در حوزه پالیتیکس باشد، در حوزه های مثلا سفر کره جنوبیم در قسمت پالیسی ها در راجع به اینترنت بود که خیلی برای من یک موضوع جدیدی بود و خیلی دوست داشتم بیشتر بدانم و از اون خاطر خیلی از جنان همون برنامه 7 روزه که ما در کره جنوبی داشتیم خیلی فعال بودم، سوال میکردم بیشتر، من شخصا هر جایی که برم در مورد افغانستان میگم و این بود که مثلا در قسمت اینترنت کانکتیویتی در افغانستان صحبت کردیم و چقدر مهم هست و چه ارگان هایی نقش دارن، مثلا اینترنت پرووایدر ها مثلا چطور میتونن کمک بکنن در حوزه پیشرفت، مثلا اینکه دختر از ما در به اینترنت رایگان بتونن دسترسی داشته باشن، این موضوع رو مثلا بحث میکردم با اونا و اینکه مثلا امنیت اینترنت در مثلا کانتکست هایی که جاهایی که مثلا جنگ زده هسته چقدر مهم میتونه باشه که کسایی که حالا مدافع حقوق بشر هستن اونا چجور بخوان محافظت بشن یا ردیابی نشن از طرف که حالا هر ارگان دیگه ای باشن. و این بود که داوود جریان از ما دعوت کردن که بیم در یک اجماع دیگه ای که در قسمت اینترنت پالیسی بود در سنگاپور به عنوان مهمان و دعوت کردن که باز من در اونجا یک جلسه ای داشتم در همین حوزه اینترنت پالیسی و تاثیرات از او روی مثلا همین مدافعین حقوق بشر که اونا به صورت آنلاین ادوکیسی خود انجام میدن، که باز او هم فرصت خیلی خوبی بود که مثلا با تقریبا 300 نفر از کسایی که در حوزه همین اینترنت پالیسیز و یا در قسمت حالا نه تنها در پالیسی بلکه تکنیکال ایشو از زور مثلا اکسپرت هستن و اختصاصشان دارن، با اونا مثلا صحبت کنم و درباره افغانستان بیشتر بزنم مثلا بگم. و در قسمت فرانسه من در اجماع جهانی دموکراسی به عنوان نماینده جهانیان افغانستان انتخاب شده بودم که ای تقریبا 2 ماه بعد از این بود که من از کره جنوبی آمدم و در اونجا هم خیلی فرصت بر من ایجاد شد که در قسمت افغانستان بیشتر صحبت کنم. من 2 اینترونشن داشتم، 2 صحبت داشتم و ای بود که فرصت خیلی خوبی بود که من در مورد افغانستان بگم، در قسمت قتل عام مردم هزاره بگم و ای که صدای دختران افغانستان باشم ده همچین جایی که سیاسیون، رئیس جمهورهای کشورهای مختلف، نخست وزیرها، مدافعین حقوق بشر و سایر اشخاص مهمی که در کشورهای مختلف نقش دارن با اونا صحبت بکنم و خیلی دوستای خوبی پیدا کردم در این قسمت. حالا تقریبا من بگم از همه کل در هر کشور در جهان از حداقل من 1 نفر میشناسم، حالا چه یک مثل خودم باشد، دانشجو باشد، یک نفر باشد که در قسمت سیاست یا در قسمت فعالیت های مدنی از اون نقش داشته باشم. اینا کلا بیشتر فعالیت های حقوق بشرانه ای بود که من در همین پلتفرم های جهانی انجام دادم و که در قسمت فعالیت های دیگه که مثل کار داوطلبانه که انجام دادم و از روزهای اولین بود که در لبنان وارد شدم و وارد دانشگاه هم شدم که دیدم مثلا کلاب های مختلف هستن مثل یونیسف کلاب و خیلی دوست داشتم که مثلا این کارها رو انجام بدم. در افغانستان که بودم خیلی دوست داشتم این کارها رو انجام بدم ولی متاسفانه منابع کافی در جایی که ما بودیم وجود نداشت و شخصا اصلا نمیدونستم که وقتی یک نفر میگن فعال مدنی دقیقا مثلا چی کار میکنه و فعال هستن، اما و ای که وقتی که مثلا من وارد دانشگاه شدم
و دیدم که مثلا همچین ارگان های مختلفی در و کلاب های مختلف در خود دانشگاه است و من جوین شدم، عضو همون کلاب ها شدم و رفتیم مثلا در قسمت مهاجرین، در مهاجرین سوری و فلسطینی در شرق و جنوب لبنان یک سری فعالیت های داشتیم و دانشگاه ما یک مکتبی را ساخته بود برای ما که شخصا چون خیلی دوست دارم کمک بکنم، نه اینکه نه تنها مثلا خودم یاد بگیرم بلکه دوباره به همو جامعه هم بخوام همو علم و دانش و توانمندی را هم برسانم. و این بود من خیلی آخر هفته های خوره یا مثلا ساعت هایی که مثلا در جریان هفته مثلا 1 ساعت 2 ساعتی را برای کارهای داوطلبانه اختصاص میدادم و از همین خاطر بود که از نظر ای که برای در دانشگاه مثلا درسای خوب بود، در قسمت کارهای عملی هم بکگراند خوبی دارم، پس زمینه خوبی دارم که خیلی باز اینا برای من کمک کرد پس آن که به بورسیه ها خواستم اپلای بکنم. عالی. فاطمه، بعد از اینکه از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ شدی چی کردی؟ ما قبل از اینکه بخوام فارغ بشم، بعد از او مستقیم آمدیم آمریکا که بخوام وارد دانشگاه براون شدم و درسای خود را ادامه دادم که وقفه ای نبود. من کلا در آگست 7 بود که من آخرین امتحان خود را دادم به در دانشگاه امریکای بیروت و آگوست 9 2 روز بعد از او من آمدم آمریکا. و در کلا اتفاقایی که رخ داد قبل از اون بوده که من از ماه نوامبر بعد از اینکه من از فرانسه آمدم، در جریانی که در کنفرانس اجماع جهانی دموکراسی در فرانسه بودم، یکی از رئیس جمهورای پیشین یکی از کشورها در آسیای مرکزی اینا باز برای من گفتن که من مثلا در تو خیلی توانمندی زیاده میبینم، مثلا اپلای کو به دانشگاه های خیلی خوب در آمریکا، مطمئنم تو قبول میشی و اگر در قسمت مثلا توسعه نامه لازم بود، من میتونم مثلا تو رو دیدم، فعالیت هاش رو شنیدم و میبینم مثلا خیلی دختر موفقی هستی و خواهی بود و از خاطر مثلا خود رو دست کم نگیر و اپلای بکن. و او بود که بر من یک فکر گفتم، یا یعنی مثلا نگاه میکنم کسایی که مثلا مرا دیدن و فعالیت های مرا در سوشال میدیا یا برنامه هایی داشتم دیدن، این همه دارن تایید میکنن ای که مثلا تو به دانشگاه، مثلا من به دانشگاه های خوبی در آمریکا بخوام اپلای کنم و زیاد مثلا دانشگاهی که لو رنکینگ است را زیاد مد نظر نگیرم. و از او خاطر وقتی که رفتم در لبنان، ما یک مرکز داریم تحت نام سیویک انگیجمنت که هم کارهای داوطلبانه، اینترنشیپ، کارآموزی هایی که در مثلا در ارگان های مختلف هست داره، اینا برای شاگردان جمع آوری و شریک میکنن و اونا رو کمک میکنن که کارآموزی بگیرن. وقتی رفتم همین تجربه خوره که از فرانسه داشتم با اونا شریک کردم، اونا برای من گفتن که مثلا نمره، ما به نمره در جی پی ای میگیم، مثلا فیصدی نمرات، فیصدی نمرات خیلی خوبی داری و از نظر همین تجربه عملی هم کارهای داوطلبانه خیلی زیادی انجام دادی و در قسمت در سایت هم مثلا اجرای خیلی خوبی داشتی، استادایت هم تو رو خیلی خوب میشناسن، حمایت دانشگاهم تو داری. و این شد که مثلا گفت که حتما یعنی اپلای بگو دانشگاه، مثلا گفتن هاروارد، آکسفورد، کمبریج، کلمبیا، همه رو در نظر بگیرم. من هم دیگه انگیزه گرفتم حالا بیایم که اپلای بکنم. و همین بود که از نوامبر من شروع کردم به اپلای کردن. ددلاین ها خیلی نزدیک بود، من هر یک هفته گاهی وقتا یک هفته بود دو اپلیکیشن کار میکردم سرش، ایسه یا حالا سایر موارد. و کلا از ماه نوامبر تا ماه فبروری سال 2023 من کلا اپلای میکردم به دانشگاه های مختلف که یک 4 ماه خیلی پر استرسی بود برای من، چون که نمیدونستم بعد از اینکه فارغ بشم مثلا چی قرار اتفاق بیفته، آیا برمیگردیم افغانستان، آیا نمیدونم شاید آمریکا بیا ما رو قبول بکنه به عنوان پناهنده. حالا افکار مختلف داشتم که خیلی بر من سخت کرده بود شرایط که هم درس بکنم، اپلای بکنم، هم کار بکنم و هم باید یک نمره خوبی بگیرم چون ما بورس داریم. و خیلی سختی زیادی کشیدم که مثلا نظر منتلی واقعا سخت بود که من بخوام همه رو در همزمان مدیریت بکنم، لیکن گفتم یعنی ارزش داره که آدم 4 ماه را همین استرس ها و فشار ها تحمل بکنه تا بقیه عمر زندگی خود بخواه بگنه بی آسوده باشه. و
بود که حالا فشارها رو قبول کردم و پیش رفتم اپلیکیشن های خود همه رو سابمیت کردم و تقریبا من به 15 دانشگاه اپلای کرده بودم در سراسر جهان. گفتم یعنی میخوام شانس مختلف رو شانس های شانس خود احتمال چی کنم، یک بار ترای کنم، تست بکنم، ببینم حالا به آمریکا قبول میشم، به میدل ایست قبول میشم یا به آسیای میانه، که خوشبختانه حالا مثلا از 15 دانشگاه 15 16 دانشگاه که من اپلای کردم به 5 تا اشراف یافتم و مثلا برای من بورس دادن. و اینا کلا تقریبا یک ماه یک و نیم ماه بعد از اینکه من اپلیکیشن خود سابمیت کرده بودم کلا جواب ها آمد به همراه همون پکیج کمک های مالی از اونا. و بعد از اون فرصت دیگه رسید که مالا بخوام انتخاب بکنم دیگه، و همون هم سخت بود، لیکن از بین اینا مثلا با یک شرایط ایجاب شد که من بخوام بیایم آمریکا، خواستم که در براون را با اونا کلا اوکی بکنم و بیایم به طرف آمریکا، که خوشبختانه حالا مسیر سخت بود، ویزا دیر پروسس شد و من یک سمستر خودم میس کردم، ولیکن همه به یک نحوی شرایط کار کرد که من بتونم به اینجا بیایم و درس خود رو شروع کنم. عالی، بسیار عالی. فعلا میشه از تجربه درس خواندن در آمریکا بیشتر قصه کنی، اینکه کلا درس خواندن در دانشگاه ها یا فضای جدیدی که حالا بیرون از افغانستان آدم تجربه میکنه چیه، درس خواندن چطوره، چقدر سخته، راحته، و دانشگاه رفتن و فضای دانشگاهی اونجا چطوره؟ درس خواندن در آمریکا حالا بستگی داره به اینکه یک نفر همیشه میخونه برای ازش آسان باشه، یک نفر هستش که حالا یک اجرای معمولی داره شد برای سخت باشه، لیکن به طور کلی بگم نسبتا سخت هست، چون که مثلا در مقطع ماستری که من درس میکنم توقع دانشگاه از من خیلی بالاتر هستش، که من اسی های و مقالایی که می نویسم، تحقیق نامه هایی که می نویسم، اونا در حد یک نفری باشه که حالا دکترای خودم مثلا خوانده و کلی 5 سال زندگیشون تحقیق بودن، توقعات خیلی بالایی دارن، در عین حال حمایت هم میکنن، یعنی طور نیست که طور تنها بذارن بگن تحقیق نامه رو انجام بده و تنها باشی، نه شاید مثلا به عنوان گروپ انجام بدین، و یک سری مراکز را ما داریم که مثلا کمک میکنن در قسمت نوشتن تحقیق نامه، و یکی مثلا میتونن بخوانن مقالای ما و برای ما فیدبک بدن که چجوری بهتر بکنیم. نسبتا بس، لیکن یعنی غیر قابل انجام نیست، هستن شاگردایی که با نمرای اعلا فارغ شدن، و مثلا خودم شخصا از اجرایم راضی هستم، نمرای خیلی خوبی گرفتم و در کنار زو فعالیت های دیگه در دانشگاه داشتم، و مثلا در این حال همه اینیشیتیو خود رو پیش می‌بردم، Educate to Empower، که از این پلتفرم مثلا فرصت های تحصیلی را به زبان فارسی شریک میکنم، که لیکن اونقدر سخت نیست. و شما حالا کسایی که در افغانستان درس خواندن، چه در مکتب یا در دانشگاه دولتی خواندن، این به این معنی شما نمیتونین انجام بدین، حتما اپلای بکنین، و سخت نیست درس دادن اینجا، یک کم زر آدم باید منیج بکنن کارهای خود، وقتهای خود خورن، تا اینکه بتونن هم به درس رسیدگی کنن، همی که اهداف دیگه ای که در کنار درس داره رو پیش ببرن. درست. فاطمه، تجربه خیلی طولانی و در عین زمان خوب و موفق در زمینه گرفتن بورسیه داری. میخوایم در این قسمت برنامه ازت بخوایم که این تجربه خوب بیشتر شریک کن، خصوصا برای کسایی که دنبال بورسیه هستن و در افغانستان هستن و نمیدانن که از کجا شروع کنن، چطور آمادگی بگیرن، چطور بورسیه پیدا بکنن و بعد چطور درخواست بدن. درست، این سوالی که کردین کلا موضوع یک جلسه معلوماتی 2 ساعت هست. دقیقا در یک دقیقه کوتاه جواب و مختصر و مفید توضیح بدین. درست درست. خب کلا کسایی که بخوان اپلای بکنن، مرحله اول این هستش که شما خود خود بشناسین یک چی میخواین بخونین، رشته تحصیلی که دوست دارین او اپلای بکنین چی هست، همون رشته هایتون، یا که اگه مثلا میخواین بگم من هم بیزنس هم گرافیک دیزاین هم مثلا فشن دیزاین علاقه دارم، و اینا رو مثلا رشته هایتون لیست بکنین، و بعد از اون برین دانشگاه رو تحقیق بکنین که چه دانشگاه هایی در حوزه فشن دیزاین مثلا خوب هستن، تو یک فایل اکسل تقسیم بندی بکنیم، مثلا فایل اکسل که نیست، مثلا کاتگوری مختلف داره، یک دنه یک ورق شش رو مختصر به دانشگاه های آمریکا بکنین، یا دانشگاه هایی که در قسمت بیزنس هستن و شما میخواین اپلای بکنین،
یک بخش دیگه شه میتونه دانشگاه اروپا باشد و مثلا یک دانشگاهی که در قسمت فشن دیزاین مثلا خوب است را لیست بکنین. اینا خیلی منظم میشه که در اون لیست ها مثلا نام بورس، نام دانشگاه، رشته ای که دوست دارین، بورسایی که در او ارائه میکنن، ددلاینش و چه موارد لازم دارن، داکیومنت هایی که لازم دارن، تو دا اونجا لیست بکنین و بعد از او مثلا شروع بکنین به یک لیست کلا نرو داون بکنین، یعنی کمتر بکنی از خود شورت لیست بکنی از او آپشن هایی دارین. شد من در 100 تا دانشگاه نمیتونم اپلای بکنم اگه زمانم کم باشه، حد 10 دانشگاه که شما دوست دارین به او اپلای بکنین، 15 دانشگاه، 20 دانشگاه، دو مثلا اونا رو شورت لیست بکنین، کم کم برین وبسایت هاشون چک بکنین. یک پروسه وقت بگیر هست، زمان میبره، از او خاطر زود شروع بکنین. بورسیه ها معمولا از جون هر سال تا فبروری و مارچ، حالا مثلا اپلیکیشن ها باز هستن، لیکن بورسیه ها ددلاین هایشان زودتر هست، از او خاطر باید چون اونا باجت خود دوست دارن حالا دیدیکیت بکنن، ببینن که کدوم دانشجو حالا مثلا کمک مالی کامل را میگیره، و ای که مثلا بورسیه ها زودتر هستن ددلاین هایشان زودتر، یعنی در قسمت اقدام بکنین، تحقیق خود انجام بدین. تحقیق مرحله خیلی مهمی هستن، و ای که دانشگاه رو بشناسید، به استادایشان مثلا میتونن هم ایمیل بکنین و اپلیکیشن های خود مثلا اگر لازم باشه که ترانسکریپت شما ترجمه بشه، ترجمهش رو انجام بدین. اگر دانشگاه مثلا اگر SAT نیاز داشته باشن یا هم تافل و آیلتس و اینا بخوان، اینا رو مثلا قبل از قبل در مو فایل اکسلتون که در قسمت کلا جمع آوری فرصت های تحصیلی هست، در اونجا همه رو بگنجانید و مشخص بکنین که قبل از همین ددلاین شما همه موارد را دارین، و ای که در قسمت حالا فقط اگه من شما اپلای بکنین و اسای هایتان رو بنویسین، توسعه نامه ها با استادایتان صحبت بکنین قبل از قبل که بتونین توسعه نامه هایتان هم آماده داشته باشین، که اونا مثلا مستقیم اینا نیستن که شما اپلای بکنین یا که شما بخواین آپلود بکنین همون داکیومنت را، استادتان باید داکیومنت مستقیم آپلود کنه وقتی که شما مشخصات استاد خود میزنین. حالا این در قسمت دانشگاه آمریکا همینجوری هست، و ای که اگر خواستن دوستا که معلومات بیشتر بگیرن میتونن صفحه اجتماعی مرا دنبال بکنن. من به صورت متواتر مثلا برنامه مختلفی در قسمت میذارم که من به صورت حالا میتونن بهترتر و جامعتر معلومات در عرض کسب بکنن. خیلی ممنون که ما را در این برنامه همراهی کردین. این گفتگو استثنان دو قسمت داره و قسمت بعدی آن در هفته آینده منتشر میشه. تا هفته آینده وقت شما خوش.